بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر کتاب شریف کافی و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، در کتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. حالا یادم نیست روایت چند دوم بودیم، شما علامتی زدیم؟ روایت دوم این بود. بحث بله چیه؟ بفرم دوستان میگه سرزوریا و اسم افامید و چهار پرونده موارد بنویسن. این چند هفته هم که برگزار شده، اگر بودن تیکشو بزنن بالاش هست. هفته اول دوم مهر همه رو زده، فقط اسم خواهی بنویسی کنم. اگر بودی تیکشو بزن. در روایتی که اولین روایتی که از اینجا گذشت که روایت مفصلی هم بودش، این بحث مطرح شد که خود بودن موارث ائمه که در فصل قبلی به اون اشاره شد که همه موارث و سنن انبیا نزد حضرات معصومین محقق است و اینها جزء علائم امامت است و اینها نه فقط تو دوران اسلام بلکه از قبل از اسلام، از زمان آدم سلام الله علیه، همین جور هرگاه وصی بعد از وصی و نبی بعد از نبی قرار بوده که بیاد، تمام اون سنت ها و موارث انبیا و اولیای سابق ارث میرسید به نبی بعدی و وصی بعدی و این علامت نبوت و وصایت بود که همینجور این سیر ادامه داشته که آدم سلام الله علیه به شیس سلام الله علیه وصایاشو و اون آثار رو تحویل دادن و شیس همینجور به ابلیس تا در حقیقت ادامه پیدا کرد، تا نوح نبی همینجور در حقیقت به سام فرزندش که وصیش بود تا ادامه پیدا کرد به انبیاء بعدی تا رسول گرامی اسلام که تمام اون میراث نبوت سابقین رو و خودش رو و سنن به اصطلاح سننی رو که برای حالا ذکر میشه بعضی از سنن و موارثی رو که از سابقین بود و مربوط به خودشون بود رو به امیر مؤمنان علیه السلام و همینجور تا امام زمان. بودن این سنن و موارث که بعضیش اشیایی است که مثل عصای موسی، مثل در حقیقت الواح موسی، مثل حجر موسی، مثل خاتم سلیمان و امثال اینها، بعضیش اشیایی هم در کار هست، بعضیش هم نه، فقط یک نظام علمی بوده که انتقال پیدا میکرده، مثل اون جریان که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که به اصطلاح بابی رو برای من پیغمبر گشود که ینفتح من الف باب، که خود او هزار باب ازش گشوده میشد که اینها جزء میراث نبوت یا اون حالت خاصی که در وقت آمدن در حقیقت اون حال امامت یا نبوت بر اون نبی یا بر اون امام عارض می شده که اونها چی بوده؟ موارثی بوده که بر اینها می رسیده. حالا وقتی هرچی به سمت جلوتر آمده این موارث بیشتر شده، چه اونهایی که شی بوده چه اونهایی که در نظام علمی بوده، تا اینجا می رسد که تو روایت قبلی بعد از اون که باب قبلی بحث رو مطرح کردن کلیش رو، در روایت در این باب جدید بحث سلاح رسول الله مطرح میشه و اونچه که به عنوان لوازمی که مرتبط با نظام سلاح هست که این هم جزء موارث در قد نبی گرامی اسلام است، که جزء موارث نبی گرامی اسلام است که به اوصیاش میرسه. عنوان سلاح چرا در رابطه با به اصطلاح اون موارث دیگه پررنگ شده؟ اون نگاه قیام تو جریان امام تو کل دوره تاریخ اجماع شده که امام کسی است که قائم است به سلاح و منتظر امر است برای قیام، لذا درع و زره و کلاخود و نیزه و شمشیر و اینها و اسبی که مرکبی که برای جنگ پیغمبر، همین ها جزء چی هستش؟ جزء همین جریان سلاح و موارث سلاح از پیغمبر به حضرات معصومین، که همه حضرات معصومین منتظر بودن
منتظر این اذن بودن که هرگاه اذن جهاد برای اونها صادر بشه آماده باشن. این نگاهی که سلاح رسول الله به ارث میرسه، این خیلی خاص‌تر از اونجاییست که حجر موسی میرسد، عصای موسی میرسد. اونجا یه نوع نگاه هست که درستم از سر جاش، اما اینکه سلاح رو پررنگ کردن، بابی رو براش قرار دادن، روایت متعددی براش قرار داده شده، حتی ذکر میشود که حضرات معصومین ذکر میکردن که ما مثلا این درع رسول الله رو میپوشیدیم، میمیدیم برای ما مثلا بلند است، معلوم میشده که وقت قیام نیست. دقت میکنید که میفرماید وقتی که اون منجی میآید میپوشد و اندازشه، ملعه ها پر می کند وجود او را، نه زیاد میاد نه کم میاد. بله، لازمه که این مواردی که نبیه صاحبه لاحقی به مثل خب بله، حالا این بحثش رو تو دو سه جلسه گذشته قبل از یعنی اون بحث مفصل بیان کردیم که این موارد به عنوان موزه نیست که اینا موزه باشن جمع کرده باشن، این حقایق هدایتگری داشته. دقت میکنی؟ و لذا در زمان ظهور تعبیر روایت این است که در زمان ظهور همه اینا در دست امام زمان است، همون کاری رو میکند برای حضرت که برای اون نبی میکرده. لذا هدایتگری رو که لازمه در زمان ظهور، مفصل دیگه گفتگوشو کردیم، تکرار رجوع کنید به قبل، اون هدایتگری هایی رو که اونجا داشته در زمان ظهور همه هدایتگری ها باید یک جا محقق بشود. هر مرتبه ای از افراد که هستن هدایتگری خاص او است که او رو از اون مرتبه مرتبه بعد و دوباره با مثلا اون میراث نبی دیگری به مرتبه بعد و مرتبه تا به آخری مرتبه رساند. سرعت رساندن با این موارث ایجاد میشود و در دوره و برهه اون حضرت که یه دوره خاصی است، همه در حقیقت طول زمان هدایتگریش محقق می شود. اون که در طول زمان این هدایتگری توسط انبیا و اولیا محقق شده، در زمان حضرت و واسطه حضرت همه هدایت و سرعت هدایتگری خیلی زیاد میشه. از این مرتبه مرتبه و همه معجزات همه کمالات دیده میشه. لذا مفصل گذشت اون بحثش. در رابطه با سایر حضرات بودن اینها به معنای آمادگی برای این هدایت و تأثیرگذاریه، چون بودن اینها بودن منفصل نیست. لذا اگه عصای موسی رو کسی میدزدید، کار عصای موسی ازش نمیآمد. عصای موسی با اون جانی که او در حقیقت عصا تسلیمشه تأثیرگذاره. لذا بودن اینها اقتضای هدایتگری کامل از جانب امام هست، اگر نقصیست از جانب قابله، اگر نقصیس از جانب چیه؟ قابله. لذا فاعلیت تامه برای تمام مراتب هدایتگری. لذا ممکنه اگر اوحدی فردی خاص لازم داشته باشه برای او محقق بشه، اما به صورت عمومی و به صلاح علنی و عمومی در زمان ظهور برای حضرت محقق میشود. پس به صورت خاص برای افراد گاهی چی میشه؟ محقق میشه. این اقتضا تامه، قابلیت ناقصه که کسی که میخواد بگیره ناقصه. استعدادی اگر باشه برای قبول و عقد، حتی اگر یک نفر باشه، به واسطه فاعلیت تام این اشباع میشود، اما در زمان زور استعداد فراگیر میشود. چون استعداد فراگیر میشود، اون در حقیقت فاعلیت هم ظهور پیدا میکند. پس بودنش لازمه تا فاعلیت تام باشد، که نگر اگر این جهت هدایتگری در وجود امام بود ما هدایت میشدیم. تمام جهاد هدایتگری در وجود امام کامل است. اگر میپوشد میبینه بلند است، این مال چیه؟ عدم آمادگی مردمه، نه واقعا از جهت قد و بالا این چی باشه؟ این کوچک و بزرگ باشد. تونستم عرض برسونم؟ وگرنه خب با نگاهش بشد بفهمه این بلندی یا کوتاه پوشیدن نمیخواد. این پوشیدن عدم آمادگی مردمه که امام آماده است، میپوشه، بارها میپوشه جلو دیگران. من پوشیدم دیدم بلند است، من پوشیدم دیدم بلند، تعبیری که در روایت آمده. این بلند است مربوط به عدم اقتضاء نسبت به قابلیته. بله، سلام علیکم. خب این نگاه مهمی است تو همه اینها. پس بودن اینها بین هر نبی که به ارث میرسد به نبی بعدی، یعنی هدایتگری اون نبی پیش این نبی بعدی هست، پیش این ولی هست، و هدایتگری های بعدی اتم از هدایتگری های قبلی همیشه. هدایتگری های بعدی اتم از هدایتگری های قبلی است، چون قابلیت ها رو به توسعه است. دقت بکنید الفاظ دقیق به کار برده شه. قابلیت ها رو به توسعه است. ممکنه نبی سابق بر نبی لاحقی افضل باشد. دارم
بیان رو، اما هدایتگری هایی که ایجاد شده همیشه هدایتگری ها رو به تزایده، یعنی انبیاء بعدی که آمدن هدایتگریشون بالاتر از هدایتگری نبی قبلی بوده، چون هدایتگری تابع اقتضا و قابلیته، نه تابع نبی و فاعلیت. ممکنه فاعلیتی قبلا بوده باشه و اون فاعلیت چی باشه؟ مردم اقتضای قبول توشون نباشه و به تمام حقیقتش جلوه نکرده باشه، چنانچه حضرات معصومین علیهم السلام قابل فاعلیتشون خیلی تام، آیا همه حقیقتشون و حقایقشون برای مردم اصلشون بروز کرد؟ نه، بروز نکرد، درسته؟ همه حقایقشون در مرحلهشون بروز نکرد، لذا ظهورات حضرات معصومین هم متفاوت بود، البته متفاوت بود. هیچگاه در حد انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، بر قدر عقل مردم ما صحبت میکنیم، نه علی قدر عقولنا، درسته؟ پس این گونه نیستش که تعبیر روایت دیگری هم هست که من حرف نزدم با مردم، در قد تعبیر که قطو منزو در از اولی که بوده مثلا به اندازه‌ای که در قد روایتیاتون نیست که به اندازه اون ادراک خودم هیچ کار با مردم حرف نزدم که اون نام آشر الانبیا هم نظیر اینه. خب بله میراث بله نه، چون تفصیل موارث لازمه، یعنی مردم هر کدام با چیزی هدایت میشن، تفصیل موارث لازمه، لذا این که در حقیقت فقط قرآن رو ذکر کنیم که جامع باشه و کامل باشه کفایت نمیکنه، تفاصیل در حقیقت، یعنی اون که با فرقان تورات هدایت میشه در اون دوره، دقت میکنید، با قرآنی که جمعه هدایت نمیشه، لذا لازم فرقان باشه تا از مرتبه فرقانیت به مرتبه قرآنیت برسد، لذا تفاصیل لازمه، اینجور نیستش که همه به مقام جمعی امکان هدایت داشته باشن، نه، مقام تفصیل میخواد، لذا در اون دوره همه اینا به کار میاد، همه اینا هدایتگری دارد. بله، در روایت دومی که در محضرش هستیم میفرماید که روایت حسین ابن محمد الاشعری عن معل ابن محمد همینجور ادعان عبدالاعلا ابن اعین، که اینا هم هنوز از برادران چی هستن؟ اعینن، که هفتا برادرن دیگه، این یکی دیگه از اون برادر هست عبدالاعلا که حمران است و زراره است و بکیر است و بگید دیگه اسمشون، اینا هفتا برادرن، همه راوی هن. پدرشون هم اعینه، اعین هم خلاصه یه عبدی بوده آزاد، مولای بوده آزاد شده، که این برکت این خانواده خیلی زیاده، همشون هم روایات خوبی رو نقل کردن تو باب خودشون، این هم روایت رو عبدالعلا بن عیان نقل کرده، قال سمعت، و این روایت قبلی، خب اینم اونم از همین، نه اون از خانواده اینا نبوده راویش، در این روایت بفرماید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو اندی سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا انازع فیه، سلاح پیغمبر میشه من است و کسی با من در این مسئله منازعه نخواهد کرد. این که لا انازع فیه، نزاع با من نمیشه در این مسئله، دو معنا دارد، یکی این که اصلا قابلیت نزاع نیست در این سلاح، به این معنا کسی نمیتواند منازعه بکند، چون این رابطه حقیقی است و امکان منازعه بردار نیست، این یه معناست که درست هم هست، یه معنای دیگر این است که اینقدر این واضح و آشکار است و اینقدر روشن است، کسی دیگری ادعا ندارد که سلاح رسول خدا پیش ماست، هر دو معنا درسته، دقت میکنید، اون معنای اول معنای حقیقی تر و عظیمتره که اصلا رابطه امکان در حقیقت چیه؟ امکان کسی که با اونو در این مثلا نزاع بکنه نداره، دومی عرفی تره، یعنی سلاح پیش ماست، دیگران هم میدانن، خبر دارن و کسی هم در این مسئله با ما نمیتونه نزاع بکنه بگه سلاح پیش ماست، همونجور که تو اون روایت قبلی اگر یادتون باشه وقتی که اونها آمدن ادعا کردن که مثلا پیش فرزندان امام حسن علیه السلام است، حضرت خیلی ناراحت شدن و گفتن که بگه مشخصاتش چیه اگه پیش اوناست، اگه سلاحو دیده حتی بگه مشخصاتش، ندیدن حتی میگه حتی ندیده، اگر دیدم پیش امام سجاد علیه السلام دیده باشه و الا سلاح پیش اونا نبوده که ببیند،
این عرفی دوم را هم شامل می شود که امکان در واقع از جهت بسیار بودن اینا نمیتونن وصفش بکنن، نمیتونن شکلش رو بگن چه جوریه. اما اولی البته اون حرف دقیق تره، این هم در حقیقت صحیحه و درسته، هر دو هم صحیحه در این مسئله. لذا این روایت من نیست اندی سلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اونازع و فیه، این لا اونازع و هر دو جهت رو شامل میشود. ثم قال آها بله اون روایت اینه، ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه عقلهی قطو، هیچگاه بکنه عقلش صحبت با کسی نکرد، بکنه عقلهی ما کلمه، که این در حقیقت قطعیه که اینها در حد خودشون هیچگاه تجلی نکردن و همیشه مردم در هر دوره نسبت به نبی اون دوره یا وصی اون دوره همیشه مردم تو رتبه پایین‌تری بودن، لذا هیچگاه انبیا و اوصیا در مرتبه خودشون هم با مردم صحبت نکردن. این در حقیقت این نام عاشر الانبیا امرنا، اصلا وضع ما اینجوری است که خدا به ما اینجور قرار داده که ان کلم الناس علی قدر عقول مردم نه علی قدر عقول نا. خب در روایت ادامه روایت میفرماید ثم قال ان السلاح مدفوع عن، سلاح ازش هر کسی که بخواد نسبت به او چی باشه، قصد در حقیقت نامناسبی داشته باشه، مدفوع عن از خودش دفاع دارد، از خودش دفاع شده است ازش، دفاع شده است ازش یعنی اینکه کسی دست به او نمیتونه پیدا بکنه. تکوینا تشریعاً هر دو رو شامل میشه، تشریعاً یعنی اینقدر جاش در حقیقت محکم است و دفاع ازش میشه که این امکان نداره کسی بهش دست پیدا بکنه، محفوظ است تشریعاً. تکویناً هم به این معناست که اصلا دسترسی به او محال است. دقت میکنید کسی به نزدیکش هم بره حتی اگر در دست بگیره علیه خود او میشه، که در عصای موسی خاتم سلیمان رو دزدیدن که باهاش همون کار سلیمانی بکنن در بعضی از نقل، خب این در حقیقت علیه اون شخصی میشه که خاتم رو دزدیده. اینجور نیستش که اون خاتم کار ازش بیاد، اونی که کار ازش میاد چیه؟ اون نفسیست که این قائمه به اوست، نفس نبی گرامی اسلام در حقیقت به میراث انفسنا و انفسکم به اهل بیت علیهم السلام تجلی کرد و در اونها ظاهره. نه را تناسخ ها، این نفس که بگیم تناسخ دیگه معلومه دیگه نیست که اینها کلونا نورون واحد، که همه اینها نور واحد هستن یا حقیقت واحد هستن. خب این پس مدفوعون هم لووزه. حالا تعبیر رو ببینید، این تعبیر دقیقیست ولی باید حواستون باشه شبه هم ایجاد نشه. لووزه عند شر خلق الله لکان خیرهم، اگر فرض داشت این لولو چیه؟ لو امتناعی است. اگر فرض داشت که امتناعنا، اگر فرض داشت که این سلاح نزد شر خلق قرار بگیرد، وضع او خوب میشد از جهت خیر، یعنی این میشد خیر. اینقدر این سلاح در حقیقت متصل است به خیر، نه اینکه این سلاح خیر در حقیقت طرف رو خیر میکنه، خیر میکنه، اینجوری نیست که سلاح فرد و خیر بود. میگه اگر فرض داشت این لو امتناعی است و الا این سلاح در دست خیر است که سلاح است. دقت کردید؟ میگه امکان ندارد در دست غیر اهل خیر قرار، بیان این که امکان ندارد در دست غیر اهل خیر قرار بگیرد با این بیان به بلیغ‌ترین وجه بیان شده. نمیشه بین این سلاح و شخصی که این سلاح در دستشه چی باشه؟ فاصله خیر و شر باشد، که این سلاح خیر است، اون کسی که این در دستشه چی باشه؟ شر باشه. میگه این نمیشه، بین این دوتا حتما تناسبه، هر کسی که سلاح در دستشه حتما اهل خیره. این خودش مثل این میمونه که گاهی بعضی از دلایل رو مثلا معجزات رو دلیل بر نبوت پیغمبر بگیریم، درسته، یا انبیا بگیریم. معجزه بالاتره یا نبی؟ نبی بالاتره، اما معجزه برای عموم مردم دلالت بر نبوته، درسته؟ عیسی علیه السلام بالاتر است یا زنده کردن مردهش؟ بله، ظهور هر کسی نازلتر از خودشه. ظهور خود حضرت عیسی برای خلق چیه که بخواد؟ عرض کردم که ظهور همیشه نازلتر از خودشه. پس اگر یه موقعی ما اون ظهور و نازل رو دلیل میگیریم بر اون حقیقت، درسته؟ مال نزول افکاره، و الا کسی که خدا رو بشناسه دیگه برای خدایی خدا که دلیل نمیخواد، درسته؟ که دقیقاً اونجا تعبیر این است که انه الحق چی هستش اون آیه قبلش؟ فورب السماء والارض انه لحق.
خدا قسم میخوره به پروردگار آسمان و زمین که او حق است. انه الحق. یک کسی گفت من این رو شنیدم، نقل کرد که کسی این رو شنید کنار پرده کعبه که بود، اونجا داشت یه دفعه این آیه رو که براش خون، همونجا در حقیقت از این که خدا مجبور شده قسم بخوره برای ما که اونم به رب السماء والارض که انه الحق، این خلاصه خیلی سخته. اینجوریه دیگه، یعنی وقتی هم که پیغمبر اون سلاح رو در حقیقت یا انبیا اون معجزه رو میارن، این مظلومیت عدم فهم و شعور مردمه دیگه. ولی خب خدا چه کنه؟ چاره ندارد برای اینکه اثبات کند اون حقیقت اینها رو، باید با یه چیزی که اینا میفهمن در حد شعور اینهاست، فهم اینهاست، اینها وقتی اینو میبینند اقرار میکنند، در این حد در حقیقت کار بکنه، تجلی رو در این حد قرار بدن. لذا اینجا هم سلاح خیر ایجاد نمیکند، دقت میکنید؟ اما میخواد بگه بین این سلاح و کسی که این سلاح در دستشه حتما تلازم بین خیره، این دوتا خیرند، این خیر از اونم خیره، امکان نداره سلاح در دست شری باشد. اگر سلاح در دست هر کی باشد او خیر است، چنانچه در حقیقت میگیم که چی هستش؟ الحق مع علی و علیون مع الحق یدور و معه حیث و مادار، درسته؟ که امارون مع الحق هم داریم دیگه، اما الحق مع امار داریم، اما نداریم امار مع الحق مع امار داریم دیگه، یا امار. این روایت چیه یادتون هست؟ که حق با امار، بله حالا نقل بکنم یه موقع اشتباه میشه، که تفاوت امیر مومنان علیه السلام این است که علیون مع الحق و الحق مع علی، اما در مورد عمار این است که عمارون مع الحق تقتله یا تقتله که خطاب به خودشه، فئتون باقیه که تو رو فئه باقیه میکشن، که اونجور نیستش که حق با علی باشد هر جا علی باشد، یدور و معهو حیث و مادار، اینجوری نیست مال عمار، دقت میکنی؟ که حق با علی باشد یدور و معهو حیث و مادار، نه اینجوری نیست دیگه نسبت به عمار. خب بعد میفرماید که در روایت دوم مال عمار نداشتیم تو روایت، حالا مگه خلاصه جدید آمده باشه برای خب حالا پس ممکنه من اون قسمتش رو ندیده بودم، ولی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام این مسئله، یعنی اصلا جز یکی از استدلال هاست، حالا باد بالاخره مسئله رو دقیق تر دید، ممکنه من خطا کردم تو مسئله. در ادامه روایت می‌فرماید که ان السلام مدفوع ان لو وزع عند شر خلق الله لکان خیر لهم خیرهم لهم. اونم هست جان، خب آره بدون اون که هستش الحق مرمار مالم تقلب علیه، بله اون بدون او هست آره، ولی حالا اینکه دو تایش بوده مهمه که اون دومیش هم باشه. اینو تو همون جریان ساختن اون مسجد خلاصه گفتن دیگه، اصلش اونجاست جریان عمار، که اونا مسخره میگه عمار دو تا دو تا سه تا سه تا خش می آورد، خلاصه با همه مثلا میگه به قول امروزی دیگه هر چی جون داشت، وقت بعضیا اونجا مثل خلیفه سوم مثلا اینا یه دونه می آوردن بعد استراحت میکردن بعد میشستن، بعد عمار مسخرهش میکردن که تو اینجوری کار میکنی. بعد اونجا پیغمبر اکرم این حدیث رو مطرح کردن، همین رو که عمار خلاصه، و همین شد تو جنگ جریان چی، جنگ صفین، که وقتی عمار کشته شد اون موقع چی شد؟ یک دفعه لشکر معاویه متزلزل شد با کشته شدن عمار، که اینا گفتن که تقتلک الفئه الباقیه که به عمار گفته شده بوده، یا تقتله الفئه الباقیه، این در حقیقت فئه باقیه. اونجا امراض چیکار کرد؟ گفت کسی عمار رو کشته که آورده تو جنگ، ما که نمیخواستی بکشی، امیرالمومنین کشتش، یعنی علی علیه السلام کشتش، چون اون آوردهش. اینم دوباره آروم شدن لشکر به همین مقدار، وجدانشون آسوده شد. بله خب بعد میفرماید که مدفلو و زعند شر خلق الله لکان خیر، ثم قال ان هذا الامر يسير الى من يلوى له الحنك. این تعبیر تعبیر کنایه، که این امر، یعنی این امر سلاح و این ذخیره سلاح و ارث رسیدن سلاح، میرسد يسير الى من يلوى له الحنك. حنک میگن چانه هست که به صورت در حقیقت به کسی میرسد که چانه ها به سوی او میل پیدا میکند، یلوا میل پیدا کردن است، که این چانه ها به سوی او میل پیدا میکند، میگن یعنی امام زمان علیه السلام که همه منتظرند و این انتظار در حقیقت مثل آماده شدن و
بعضی هم گفتن یلواله الحمک یعنی روبرگرداندن، اینقدر طول میکشد تا چی میشه؟ آمدنش تا خیلی روبر، هر دو معنا رو کردن، ولی هر دو برمیگردد به جریان امام زمان است. فاذا کانت من الله فیه المشیئه خرجه، اینم دلیلشه. وقتی مشیت الهی بر خروجش و در حقیقت ظهورش تعلق گرفت، اذا کانت من الله فیه المشیعه خرجه، این سلاح داشتن در حقیقت داره تعلیل اون رو میکنه که این سلاح داشتن مربوط به ظهور است. فیقول الناس ما هذا الذی کان، این در حقیقت این کیست، ما هذا الذی کان و یزعو الله لا، اینا تعبیرات مختلف کردن که از در حقیقت ها کاراش، از افعال این تعجب میکنن بعضیا و این افعال باعث میشه عده ریزش پیدا میکنن. ما هذا الذی کان، میگن این نیست اون کسی که ما منتظرش بودیم، چون افعالش به طوری میشه خیلیاش برای اینا تحلیلش سخت میشه، تحلیل مثل جریانات بعضیش مثل جریانات خضر و موسی میشه، برای اینو تحلیلش سخت میشه، چون به یه سری از احکام حقیقی هم عمل میکند. از جمله این است که به کسانی که راضی باشند به فعل قومی از اون در حقیقت اقوام در حقیقت به اصطلاح صفاک سابق، اونها رو در حقیقت مقاتله باشون میکند. میگه اینها هم چی هستن؟ راضی هستن به فعل آباشون، همین در حقیقت زراری بنی امیه رو میکشه، عده اعتراض میکنه آخه اینا چه کرده، اینا که کاری نکرده. میگه اینا رضیه به فعل آباه، اینها به فعل آباهشون راضی هستن، حکم رضایی، چون تو بهشت و جهنم این حکم اجرا میشه، توی دوران قیام مواقف قیامت این حکم اجرا میشه، من رضیه به فعل قوم فهو منهم، از اونهاست. در قرآن هم آمده که در حقیقت این رضایت الحاقه، الحق این الحاق در قرآن آمده، اما حکم ظاهریش که گردنشون هم زده بشود در دوران ظهور گفتن، در روایت هم دارد محقق میشود. لذا ما هذا الذی کان، تعجب میکنن و یزع الله له یدن علا رأس رعیته، که همون روایت معروفیست که دست به سر مردم میکشه و عقول چی میشه؟ کامل تر، یعنی افعالی که انجام میده حضرت تو وقایعی که پیش میاد سبب رشد عقول است. سبب چی هستش؟ رشد، یعنی فتنه هایی که پیش میاد چه قبل از ظهور چه در دوران ابتدای قیام حضرت، دوران قیام حضرت اینقدر این فتنه ها سنگین است، سرعت رشد عقول تو این مسئله چی میشه؟ یعنی مثل جریان انقلاب ببینید، یک دفعه رشد عقول نسبت به سابق در حساسیت های به خیلی از مسئله چقدر تفاوت کرد. فتنه ها رشد عقول رو به دنبال دارد، فتنه ها رشد عقول رو به دنبال دارد، لذا از فتنه ها نباید ترسید، باید بترسیم که جزء ریزش ها نباشیم، اما فتنه ها رشد رو به دنبال دارن، طلب فتنه هم نکنیم، اما چی باشیم تو فتنه ها؟ تو فتنه ها بدانیم که فتنه ها از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فتنه ها، فتنه ها سبب تمامیت میشن، ابتلا ها سبب تمامیت. خب ظرفیته، خب نه، این ظرفیت استعدادش آماده نشده بود، یعنی ریزش ها به حدی میشد که نجات محقق نمیشد. لذا میبینید که جریان فعل خضر با موسی کلیم رو ببینید، موسی میتونست تحمل بکنه، کیفه اصبرو علا ما لم تحت بهی خب چی؟ کیفه تصبر علا ما لم تحت بهی خبرا، خیلی حرف سنگین، صبر در دایره علمه، درسته؟ اونجا اگر صبر محقق میشه ظرفیت علم آماده شده، این پیش آمده، این در حقیقت چی شده؟ بعد ظرفیت سازی برای بالاتر میشه، یعنی فتنه های سابق ظرفیتی رو ایجاد کرده، حالا از این به بعد جریانی که برای حضرت پیش میاد و اون هم ظرفیت ایجاد کنه، هم ظرفیت سازی میکنه، هم ظرفیت رو اشباع میکنه اون وقت. پس در حقیقت کیفه تصبر علا مالم تو هد، این قاعده است. سب در دایره چیه؟ حتی در روایت دارد که شیعتونا اصبر مننا، این خیلی تعبیر زیبایی است، میگه شیعان ما اصبر مننا است. بعد اونجا بیان میکنه چرا اصبرن؟ میفرماید ما علم داریم و صبر میکنیم، اما شیعان ما همین که میدونن فعل ماست بدونی که بدانن صبر میکنن، به خاطر اینکه میدونن فعل ماست فقط،
یعنی میدونن صحیح همین مقدار، اما نمیدونن چیه. صبر حقیقتش در دایره علمه، منتها این علم داره به اینکه این از جانب امام است. همین مقدار علمو داره صبر میکند، درسته؟ همین مقدار علمو که داره صبر میکند، تفصیلشو نمیدونه تا صبرش صبر چی باشه، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا باشه. خیلی بحث جالبیه این قاعده، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، که صبر در دایره علم حتما. بله خب، روایت بعدی میفرماید، این روایت حالا خود دیگه قاعدش حل شده دیگه معلومه، میفرماید که از امام صادق علیه السلام قال ترک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المتاع سیفا و درعا و انزتا. خب شمشیر و زره و انزم یک در حقیقت کوتاه‌تر از نیزه، بلندتر از عصا میگن، انزتا و رحلا، که رحل رو هم معنا کردن در اینجا که هر چیزی که برای سفر آماده میکنه انسان رو، حالا ممکنه که زین باشه، ممکنه در حقیقت هر چیزی که لازمه، و بغلته الشحبا که اسب حضرت بوده یا استر حضرت بوده، فبرس از آلکه کلو علی ابن ابی طالب. همه اینها تحویل امیرالمومنان داد، در روایات بعدی داره در زمان حیاتش هم داد، یعنی وقتی که حضرت وصیت پیغمبر رو پذیرفت همه اینها رو چکار کرد؟ در دوران حیات تحویل داد. در روایت بعدی میفرماید که لبس ابی درع رسول، این از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که لبس ابی، یعنی امام باقر علیه السلام، لبس ابی درع رسول الله، و زره رو پوشید درع رسول الله ذات الفضول. این زرهی که اسم زره ذات الفضول بوده، اسم زره ذات الفضول بوده، فخطت و لبستها انا ففضلت. میگه وقتی که پدرم پوشید خطت، رو زمین میکشید، یعنی بلند بود، و لبستها انا ففضلت. حالا این بعضی میخوندن ففضلتو، من بلندتر بودم، یعنی کوتاه بود برام، یعنی بازم اندازه نبود برای امام. بعضی بودن ففضلت، باز زره فضلت اضافه داشت، که این در حقیقت فخطت با ففضلت اون وقت یکی میشه، اما اگر فضلتو خوندید کوتاه و بلند میشه. بله روایت این عرض کردم کوتاه بلند بودنش بر اساس شرایط اقتضاء قابله که اون رو اندازه یا کم بیازه، نه اینکه اینها چاق و لاغر بشن یا این نیست، این مربوط به اندازه بودن چیه؟ اندازه بودن شرایطه که این میپوشیدن، حتی بارها میپوشیدن، اگر یه بار پوشیدی که معلوم میشه بزرگ یا کوچیکه، که اما بارها میپوشیدن تا چی باشه؟ ببینن تا دیگران ببینن. این نشون دادن به دیگران خودش چی بوده؟ که این آمادگی هست، زره رسول الله پیش ما هست. در روایت بعدی میفرماید که سألت و انزل فقار سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عینه، و از کجاست؟ البته اونجا دارد که این شمشیر حبت به جبرئیل علیه السلام من از سما، همچنان که عصای موسی از کجا آمده بود؟ عصای موسی پیش شعیب بود، که شعیب از خلاصه آبایش گرفت، که از اونم از آسمان توسط آدم سلام الله علیه از بهشت آمده بود. حبت به جبرئیل من از سما، یعنی از بهشت، و کانت هلیته من فضه. حالا بعضی جا داره حلقته او به جای هلیته، دستش از نقره بود یا هلیت از اینش از نقره بود، و هو اندی و الان پیش ماست. این تعبیر به سلاح و زره و اینا یه بحث نگاه تو اون دوران خفقانی که همه چیز در محاق بود از جهت شیعه و تقیه بود. میدونید ذکر این روایات چقدر هیجان ایجاد؟ الان نگاه نکنید ما نشستیم اینجا، خلاصه این روایات برامون خیلی عادی جلوه میکنه، برای افرادی که تو اون دورها بودن ذکر این روایات مثل خودکشی بود. فهمیدن این روایات، حفظ این روایات پیششون، اینا رو مثل خود، چون در حقیقت یک نوع جهاد بود، اعلام جهاد بود، یک نوع اعلام آمادگی بود. دقت میکنید اینا، ساده نگاه نکنید با شرایط خودمون. در روایت بعدی دارد که بله بعد پیغمبر تو جنگ به اصطلاح احد، وقتی که اون جریان مغلوب شد، امیرالمومنین می‌جنگید و شمشیر حضرت ظاهرا شکست، ذوالفقار رو پیغمبر اونجا دادن به امیرالمومنین، منتها بعد شمشیر پیغمبر بود، جزء وسائلی بودش که پیغمبر در به اصطلاح در اون میراث که دادن همه رو تحویل امیرالمومنین دادن، منتها بعضی داره که ذوالفقار رو در جنگ احد داد به پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام. بله خب بله، الان خوندیم دیگه. کوتاه و بلندی چیه؟ چه حقیقتی؟ گفتیم دیگه الان دیگه.
چرا بعضی جا کوتاه اون در حقیقت عرض کردم که بلند بودن ذکر شده در همه جا، کوتاه بودن یه مورد همینه که در حقیقت ففضل تو اگر بخونی، من بلند، من بیشتر بودم، اگر ففضلت بخونید اونم کوتاه بودنه. دقت میکنید که اینم خوندن اگر با فضلت بخونن که اینجا هم نسخه رو ففضلت نوشتن که کوتاه بلند بودن ذره تناسب بیشتره. اما اگر کسی گفتش که این عدم اندازه است، یعنی عدم آمادگی فقط در بلند و کوتاه بودن، گاهی در حقیقت شرایط نزدیکتر میشد گاهی شرایط دورتر بود، به لحاظ نزدیک چون میدونید که یه بار دو بار دیگری قرار بود که قیام محقق بشه و در حقیقت سلطه نه ظهور امام زمان، قیام محقق بشه اما بدا حاصل شد. بله در همینجا ففوزل تو بوده، یعنی اندازه نشد، یعنی نشونه قیام. بله دیگه عرض کردم دیگه، چون قیام نزدیک میشد گاهی نزدیک میشد و اندازه میشد و نزدیک اندازه بود یا در حقیقت، اما گاهی در حقیقت بخاطر بدایی که ایجاد میشد و افشایی که میشد توسط شیعیان خبر رو لو میرفت، چون سال دو سه تا سال رو تو تاریخ داره که این دو سه تا سال قرار بود در حقیقت قیام محقق بشه، قیام اگر محقق میشد حضرات معصومین به حاکمه میرسن بعد ادامه میرسه تا جریان ظهور. و خب در روایت از اون شدش. بله حالا این روایت رو تندی بخونیم دیگه، یه خورده جلو رفته باشه. همین فقط از سلام از ان ابی ابراهیم علیه السلام قال السلام موضوع اندن و مدفوعن لو وزع عند شر خلق الله لکان خیلی. اینو که تکراره، لقد حدثنی ابی انهو حیثو بنا به سقفیه، بنا به سقفیه، تعبیر بنا به سقفیه، بنابه این در حقیقت چی هستش؟ اصطلاح، اصطلاح یعنی که ازدواج کردن و در حقیقت این رو آوردن تو خونه. لقد حیثو بنا به سقفیه، وقتی که پدرم با اون سقفی ازدواج کرد و کان قد شق له فی الجداره، این سلاح رو تو درون دیوار مخفی کرده بود پدرم. فنجد البیت، میفرماید که فلما دیوار رو هم روش زینت کرده بود چیزی که معلوم نباشه، فلما کان سبیحت عرسهی رما به بصرهی فرعا حزبه خمسه عشر. این خانوم و فامیلاش که آلومدن خونه رو تزیین بکنن، حالا مثلا یه تابلو یه چیزی اونجا زده بودن که 15 تا میخ به این جای دیواری که این سلاح رو اونجا گذاشته بودن، خمسه تا عشر مسمارن، ففز الزالکه، بدرم که ای مثلا این چی شد و نگران شد. و قال لها تحولی، فرستاد به یک کاری که تو برو، من قراره که موالی بیان با اونا کار دارم، یعنی نامحرم بیاد. فانی اريد ان ادعو موالی فی حاجته، قرار اونا بیان کاری باشون. فکشته، وقتی که در حقیقت این رو در حقیقت دیوار رو کنار زد، کشته او، یعنی اون دیوار رو از روی اون شمشیر، فما منها مسمارن الا وجده مصرفن طرفه یا طرفه عن السیف، وقتی به نزدیک شمشیر رسیده بوده میخ کج شده بوده، یعنی به شمشیر هیچ آسیبی نه. مدفوعن انه، در حقیقت چیز از جملهش اینام هست، از جملهش اینام هست. بله مصرفاً طرفو عن السیف و ما وصل الیه منها شیئون، چیزی به اون، یعنی خدای سبحان این رو تو طول تاریخ حفظ کرده. لذا تو دورانی هم که امام حسین علیه السلام داشت میرفت بره برای جریان کربلا، در روایت همین روایت بعدی دارد، این رو میسپره به ام سلمه سلام الله علیها و ام سلمه حفظ میکنه، بعد امام سجاد که برمیگرده مدینه از ام سلمه برمیگردونه و میگیره. اینم خلاصه تو دوران کربلا این سلاح نبوده همراه اینا. و السلام علیکم. اسبل در یه جهت دیگه، اسبل در یه جهت دیگه.